مرتی که خجالت هم نمیکشه. طبق تعرفی که بهم دستمزد میده میگه هنوز کارآموزی. پولسانتارم میکنه تو جیب خودش میگه من واسه تو کار جور کردم. تازه از من آقا خسارت هم میخواد. ای بابا تو که اینو میشناسی چرا انقدر باهاش دهن به دهن میشی؟ ولش کن بابا تو کار خودتو بکن. دیگه نمیتونم خانم جلالی. دیگه نمیکشم. تا کی بعد حرف زور بشنوم؟ به قرآن مجید من اگه به این پول نیاز داشتم عمرن یه ثانیه هم تو این شرکت میموندم. ای بابا پس چرا الکی الکی در نون خودتو آجر میکنی؟ مثلا خواستم دستم تو جیب خودم باشه که منت بابام واسه شهریه دانشگاه پول تو جیبم نکشم. این مرتی کم که درست و حسابی به من پول نمیده. هم منت بابام رو سرمه هم خفت کارم رو میکشم. بابا اصلا خانم جلالی من میخوام از این شرکت برم. تصفیه حسابم میکنم. باز که جوش آوردی. بگی بشین چند دقیقه. نمیخوام خانم جلالی. نمیخوام بشینم. چند تا نفس عمیق بکش. ببین تو هر جای دیگه هم که بری یه چیزایی هست که همیشه زوره. نمیشه کاریش کرد. تا کی خانم جلالی؟ تا کی؟ تا وقتی که زنده ای. یعنی اگه من بمیرم همه چیز تموم میشه. به به سلام بانو. شنیدم گرد و خاکه کرده بودی واسه خودت. آره چیزی نشده. با یه عذرخواهی کوچیک حل میشه. چی حل میشه؟ چی درست میشه خانم جلالی؟ من میگم دیگه ریخته این مرتی کارو نمیتونم برای یه ثانیه تو این شرکت تحمل کنم. من میخوام تسویه حساب کنم از این شرکت بذارم برم. بابا خب راست میگه دیگه. آدم بی خود دیگه. ولی من کلی حال کردم تو روش وایسادی. خیلی چسبیده. دروغ میگم؟ بابا این آدم یکی مثل منو میخواد که برام سش تره کپی بیارم. نه تو که میری 500 وقتتو میذاری واسه کارت ویزیت 4000 تومانی. خاک دوست. تو کاری نداشته باش. دخالت نکن. بذار مساله شون حل بشه. غذا تو بخور. مهمان کند. چرا نمیخوری غذا تو؟ دوست نداشتی؟ نه دست درد نکنه. خیلی خوشمزه است. من اشتها ندارم. ای بابا نهار که نخوردی. الانم نخوری ضعف میکنی. به زورم شده باید بخوری. اگه دوست نداری غذای دیگه هستا میخوای برات بیارم؟ همین خوبه. من اینجا یه لیوان آب به من میدی؟ آره عزیزم. خواب های بد من تمامی نداره. اما این بار کابوس تا بیداری ما هم رخ نکرده. این چیست دایه جان؟ این چه بازی تخیص یه باشه. بوی خیلی خوبی میاد اینجا. خیلی واسم آشناست. بوی این گلای محمدیه. دوسته ماهان دیروز رفته بودن قمصر. خیلی دوست داشتیم امسال بریم. ولی فکر نکنم جور در بیاد. کلی کار ریخته سرم. ببینم چی جوری میشه رفت؟ با تور میبرن. البته با اتوبوس هم و تو ترمینال میتونی بری. چطور مگه؟ هیچی. همین جوری. غذا تو بخود جون بگیریم. توش روغن حیوانی ریختم ها. حسابی قوت داره. چی شد؟ با چی شد؟ 100 دفعه گفتم موقع شام فیلم نبین. نمیخوای از من بپرسی من کیم؟ یه مسافر. از کجا میام؟ یه راه دور. کجا میرم؟ یه راه نزدیک. اصلا تو به من بگو اینجا کجاست؟ اینجا یه تیکه از بهشته. اینا رو ببینی؟ برگاشون این آینه میگیرن جلوی خورشید تا اگه از اون دور یه هوبره کبوتری چیزی راشو گم کرد راشو پیدا کنه. این فانوس دریایی. تازه یه ما پیش اینجا نبودی. پر بابونه و شقایق وحشی بود. میگم اصلا تو کی هستی؟ کجا میخوای بری؟ یعنی اصلا من به چه اطمینانی با تو همراه شدم؟ نه تو از زندگی من چیزی میدونی نه من از مال تو. زندگی زندگیه دیگه. مال من و تو که من. یه چیزی رو بگم. نه فلسفه به باب، نه شعر بگو، نه کارگاه بازی در بیار. اطلاعاتت هم به رخ من نکش.
روک و پوسکنده به من بگو اینجا چی کار میکنی؟ اصلا تو کی هستی؟ شغلت چیه؟ اسممو که بهت گفتم پارساس، شغلم گل. ببین من دارم جدی حرف میزنم. راست میگم، من تو کار پرورش گلم، یعنی گلخونه دارم. خب تو که گفتی شغلت پزشکیه. هر کی ریش داره باباز، درس اونو خوندم، شغلم اینه گل. از کجا میام؟ از ورامین. کجا میخوای بری؟ مشهد. دیدی بازم درست جواب منو ندادی؟ منظورم مشهد اردهاله، 10 کیلومتر پایین تر از اینجا. خب ببخشید فضولیه، کارت اونجا چیه؟ اونجا یه قرار دارم. با کی قرار داری؟ یعنی این گلان واسه اوناست؟ میخوای بری سر قرار؟ ایستادی؟ بیا من بعدم به توضیح میدم. بودو بیا برو. بودو من بعدم به توضیح میدم. باشه بیا. نمیشوی ببخش اینم بگیر. الان میام. کسی اینجا نیستش. ببین من داشتم ساز میزدم، بعد دیگه حواسم پرت شد. ببخش. نتمت هم که تون بود و نفست حسابی گرفته، حالا کجاست؟ کی؟ کسی اینجا نیست که. ببینم که پیتزا هم گرفتین از نوع خانواده، مهمون داشتی؟ نه، یعنی آره. ببین اینو یکی از شاگردان اومده بود، بعد با خودش پیتزا گرفتی که دور هم یه لقمه خوردیم دیگه. حالا کجاست؟ رفتی که درس شمو شد رفت. پرویز اونو نمیگم که، کادوی من کو. کادو؟ کادوی تو. اینه هاش. فرمایین اینم کادوی شما. این مال منه؟ بله دیگه. پرویز باز من کادو گرفتی. حالت خوبه؟ آره بابا خوبم. خب ما یه شازده خانوم بیشتر تو همسایگیمون نداریم که. دیوان حافظ با. یعنی پرویز تو مطمئنه حالت خوبه؟ تو شب تولد خودت داری به من کادو میدی؟ خب آره دیگه بابا، مگه چیه؟ حالا ببینم خوشت میاد از این دیوان؟ تقدیم به پرویز نازنینم، دل باخته تو شیری. بعد نه یعنی ببینم. ببین این اسم من اصلا ببین مریم به جون خودت اشتباه شده. ببین یه دقیقه کار ببین. پرویز برو، من میخوام برم. بابا اصلا سوء تفاهم شده. سوء تفاهم؟ آره پرویز. ببین سوء تفاهم تو از اولش هم نمیخوام. بابا این چه رفتاریه تو میکنی؟ نمیخوام برم. بره به درست من گوش کن. نمیخوام. چرا یه قاطی کردی؟ مگه من حرف بعدی زدم به تو؟ برو پی کارت. خب باید بفهمم چی شده آخه. راه تو بکش و برو. بابا اینجا خطر داره، جاده است، بیابونه، یه دختر تنها میخوای چیکار کنی آخه؟ خب تو رسننم به تو چه ربطی داره؟ برو به قرارت برس. بذار تا یه آبادی برسونمت، بعد هر جا دلت خواست برو. شیرین خانوم اینقدر منو به هم نریز تو رو خدا. شما به همم میریزی؟ نگهش دارین دو جا خرج نشه.
بیا پایین میرم واسه مو زمانم واسه مردم میشی. بزن دفعه خودتو دارم پایین. بابا من با یه مرد قرار دارم، این گله رو واسه مرد دارم میبرم. اه گفتی بزنه؟ اینو گفتم که این دفعه حرف آخرتو اول بزنی. برای سومین بار خانم کارتون رو به موقع انجام نمیدی. الان ساعت چنده خانم روبخش؟ نه واقعا ساعت چنده؟ من کی باید زینکم آماده کنم برای چاپ؟ همه کارا که شما به من دادین آماده است. کو کجاست ببینم؟ توی خونه است، بعد برم از رو سیستم بیارم. رو سیستم ها نمیدونم فلشم اونجا گذاشتم و رایترم سوخته. خانم عزیز گوش من از این حرفا پره، مردم کارشون رو میخوان، جوابشون رو من باید چی بدم آخه؟ خب شما میگی من باید چی کار کنم؟ شما بگید من باید چی کار کنم؟ جواب مشتریامو چی بدم؟ بندازین تقصیر چاپخونه، شما که از این کارا خوب بلدین. چی؟ بندازم تقصیر چاپخونه؟ برو بیرون خانم عزیز، بفرما بیرون. خانم جلالی بندازینش بیرون. با هم تصفیه حساب بکنیم، من خودم از این شرکت میرم بیرون. تصفیه حساب کنم تازه وقت خسارتم به من بدین. خسارت چی رو؟ خسارت دو ماه حقوقی که بهم ندی یا بیمه ای که نکردی کدومشو؟ من با شما هیچ حرفی ندارم. من تا خیرون آخرم رو تصفیه نکنم از این شرکت بیرون نمیرم. حتما بهتون میدم. بفرمایید بیرون، بفرما. دیگه نمیرم بدین برام. فکر کردی من کیم؟ محتاج یه قانون دوزار شما؟ تو که میدونی اهلش نیستم. همه اولش همینو میگن. دستی چی شده؟ اگه نوشیدن گرم بخوای باید میل ندارم. چای سرد دلسته. گفتم که میل ندارم. چته؟ کارت ویزته ما هم که تو فره. میشه خفش کنی؟ گفتم یه مرگت هست. اعصابشو ندارم، به من استرس میده. بله دیگه، با پرویز جان موسیقی متال جیمز هیتفیلد حال میده، به مام که میرسه هیچی اعصاب نمیذاره. تو میدونی سینم زد داره؟ کی؟ جیمز هیتفیلد؟ نه پسرشو میگم، پرویز رو دارم میگم. تو میدونی سی داره ازدواج میکنه؟ پرویز؟ برو بابا، زده به سرت؟ آره خورده تو سرم. یعنی تو رفیق چندین رو چند سالتو نمیشناختی؟ نه به جون خودم، من اینقدرام حسابی باش نداشتم. عجب نالوتی بود و من نمیدونستم. بهرام من عکس نامزدش رو تو کافی شاپ تو دیدم، میفهمی؟ به تو هم میگم پسرمه. شیرین تو همیشه مثل خواهر من میمونی؟ باریکلا. خواستی انتقام پدر مادرمونو بگیری؟ باریکلا گرفتی. اجازه بدی برات توضیح میدم، گوش کن. حسابم چه شد؟ بی خیال برو، حرفشم نزن. بقیهشم بریز تو جیب اون رفیق نامردت. کجا داری میری وایسا؟
راستی یادم رفت بگم کارت ویزیتم مون تو فرسوخ، بده یکی دیگه واسط بزنه. شیرین وایسا چی داری میگی؟ شیرین نرو. صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حس می‌روید. در ابعاد این عصر خاموش من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنها دارم. بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است و تنهایی من شبیه خون حجم تو را پیش بینی نمی کرد. و خاصیت عشق این است. چرا وایسادی؟ کفشتو در بیار. دوباره چه کلکی میخوای بزنی؟ قرار شد؟ قرار شد سوال نپرسم، تعجب نکنم، حرف نزنم، مخالفتم تو کارم نباشه. خوش به حال هر دوتاتون. خیلی خوب شده؟ عالی، بهتر از این نمیشه. من تو عکس خوب افتادم؟ ماه شدی، تو دلت بخواد. معلوم نمیشه که ما اصلا. من یه عروس ناز اینجا میبینم که مثل فرشته هاست، با یه آقا داماد خوشتیپ و شیکبوش که کنارش ایستاده. چقدر هر دوتاتون جستاتون خوشگله، ماشاءالله. خیلی لطف کردی، دستتون درد نکنه. یادگاری عمرشون قراره بشه. ممنون. خواهش میکنم، لطف کردی. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا نگهدار. دوستتون نیومد؟ چرا الان دیگه باید پیداش شه. شده هیچی، بابا یه خراش کوچیکه. تو بهم میگی یه خراش کوچیک؟ بگو ببینم چه خبر. از چی چه خبر؟ بابا دیشب تا حالا 100 بار بهت زنگ زدم، یا گوشیت خاموشه یا تو دسترس نیست. گمش کردم. گم کردی؟ قبلش گفت رفتی ببینیش چه خبر بود. قرار بود که نرم، یعنی به من این قول داده بودم. به اون چه مربوط؟ تو بعد آدم تو بشناسی یا نه، ببینی چه شکلیه، نمیدونم چی خوشش میاد چی بدش میاد. متولد چه ماهیه؟ آذر که نیست ها؟ بهار، من تصمیم خودم رو گرفتم. از این حرفا اصلا میشه من نزن که خوشم نمیاد. من خودم اوستای این چیزام. حس عشق و عاشقی و این جنگولک بازیه که این جوونا میکنن مال یک ماه، نهایتش یه ساله. مردا رو از احساسی که تو شروع رابطه بهت ابراز میکنن نمیتونی بشناسیشون. عشق زنا مثل دریا میمونه، همیشه هست، ولی عشق مردا مثل ابر میمونه، با یه باد میاد با یه بادم میره. تو آدم تو بشناس. چه خبر از مهی؟ 100 دفعه بهت گفتم زرنگ باش، دل نبند، آخرش میشه این. بهار درد داشت اولش که داغی، ولی بعدش خیلی. کجا؟ من باید برم. حساب چی میشه؟ از خیرش گذشت. با شیرین. شیرین، شیرین خانم، خانومم، شیرین جان، عزیزم بلند نمیشی؟ نهار که نخوردی، پاشو حداقل شامتو بخور. مگه ساعت چنده؟ خیلی وقت خوابیدم. گفتی میخوای یه چرت انقدی بزنی، الان 8 ساعته که خوابی. کاش بدارم نمیکردی. شقایق کو؟ نترس، نهارشو خور، جیشش هم کرد، شعرش هم خون،
یه ساعتی هم با هم آلیسا آلیسا بازی کردیم، بعد باباش اومد دنبالش و رفت. بابام اومده بود اینجا؟ آره، گفتم که بعد امشب پیشم بمونی. آخه اون از کجا میدونست؟ نه بعد میذاشه شقایقو ببره. مامانت زنگ زده بود، تفلی خیلی نگرانتون بود، منم بهش گفتم اینجایی. اون نگران مهریشه، شقایقم داره میده عوض همون. نه شیرین، حرفو نزن، هیچ مادری نمیتونه از بچهش بگذره. تو هم اینقدر خوشبین نباش. دستت چطوره؟ بازم میسوزه؟ از وقتی پانسمان کردی بهتر شده، دست درد نکنه. من اگه ماهان بخواد دخملم ازم بگیره میندازمش تو تاب جلز و بلزش در بیاد. حالا از کجا میدونی دختره؟ شما دوتا نمیای؟ اومدیم مادر جون، پاشو بریم غذا بخوریم. تو که میدونی من میله به غذا ندارم، بذار یکم بخورم. بابا وایسه ببینم، دختر تنبل فینفینو نمیخوام، نمیخوام شوهر بدم. حالا که خواست شوهر کنه، ارزونی خوده. او به شوهر من کار نداشته باشه. نه خیلی هم توفه از آقای عشق سینمای عروسی کار. شوهر من توهین میکنی؟ آره نه نه وایسه ببینم، با شوهر من بودی؟ ای خدا نمیرم ببینم اون شوهر شکم بوده کچل تو. غلط کرد بروش خیلی به تماشا سوگند و با آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است. حرفهایم مثل یک تکه چمن روشن بود و من به آنان گفتم آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما میتابد، و به آنان گفتم سنگ آرایش کوهستان نیست، همچنانی که فلز زیوری نیست به اندام کلنگ، در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است که رسولان همه از تابشان خیره شدند. برگی از شاخه بالای سرم چیدم، گفتم چشم را باز کنید، آیتی بهتر از این میخواهید؟ تموم شد این شعر کتاب که هیچ وقت تمام نمیشه، ما این که تموم میشیم. داشت یادم میرفت تموم شدن ما یا ناتمومی این کتاب. نه، پایان وقت، هر کی باید بره راه خودش. تو که گفتی عجله ای نداری. اون موقع بله، ولی الان دیگه میخورم به تاریکی شب. میفهمم، پس بالاخره باید بریم. بریم کجا؟ برسونمت. بهتر از همینجا جدا بشه. اینجا ماشین گیرت نمیاد. این دیگه مشکل خودمه. ما اتفاقی با هم آشنا شدیم، اتفاقی به هم برخورد، اتفاقا خیلی هم خوش گذشت. پس بهتر همینطوری اتفاقی از هم جدا بشیم و بریم. پس حرمت این هم اتفاق خوب چی میشه؟ اینو من نمیدونم، تو بگو. میشه یه نشونه ای؟ بالاخره یه راه، یه چیزی باید وجود داشته باشه. برو برس به زندگیت. کاش حال تو رو داشتم. مگه حال من با حال تو چه فرق میکنه؟ این یه رازه. یه سوال داشتم. بپرس. روز این گل و قرار و آرامگاه سهراب چی بود؟ شرمنده، این هم یه رازه. درخت گردو که برسه برمیگرده.
درخت توت که برسه. بر نمیگردونه. دختر جا تو کجا بندازم راحت تری؟ تا حالا دعایی هم کردی که برآورده بشه؟ یه چیزی که عجیب باشه، مثل معجزه. ای بابا، این دنیا همه چیش عجیبه. حالا کجا راحتی جا تو بندازم؟ ببین، یه کاری که نمیشه، یه چیزی که با منطق جور در نمیاد. مثلا یه خونه کوچیک روی یه درخت بزرگ، اونم توی یه همچین شهری مثل آکل بریفی. میشه، چرا نشه؟ فقط باید دعا کنی که گنجشک بشی. این تیغ صورت ترشی من کجاست؟ همونجا رو روشوییه، شایدم گذاشتیش تو حمام. ای بابا، نگفتی جا تو کجا بندازم؟ فرقی نمیکنه. مهین جانم، ازت یه خواهشی داشتم. بگو. مهی جا، جبه قرصای من مادر کجاست؟ مادر همون جای همیشگیشه، رو اوپن. بگو شیری. مگه تو منو مثل خواهر خودت دوست نداری؟ تو همیشه این خواهر من بودی، این حسیه که همیشه بهت دارم. شقایق چی؟ به شقایقم همین حسو داری؟ اون که دیگه عین دخترم میمونه. اولش که شوهر کردی خیلی ترسیده بودم، بعد دیدم نه بابا، مهین خانم ما همون مهین خانم سابقه. میدونی 16 سالم بود که شقایق به دنیا اومد. اولین بار بود که تو زندگیم نسبت به یک کسی احساس مسئولیت کردم. سعی کردم حواشو داشته باشم. تو که میدونی رو پای خودم وایسادم، ترس خوندم، کار کردم، ولی نمیدونم چرا تاله و سرنوشت من یه جور دیگه نوشته شده. به هر دری میزنم بسته میشه، به هر کی دل میبندم تو زرد از آبتر میاد. من دیگه نمیتونم، دیگه توانشو ندارم. مهین، شقایق بستنی توت پرنگی خیلی دوست داره. بابا موقعی که میره بیرون میذارتش من، ولی بوسش نمیکنه. مامانم هم هر وقت کار داره دیر میره دنبالش، به خاطر همین اون بچه میشینه یه گوشه و غصه میخوره. از سوسک نمیترسه، ولی پشه میبینه جیغ میزنه. عاشق کتاب قصه هست، ولی سعی کن توی قصه هاش روباه نباشه، دوست نداره. یه دوست فضایی داره که باهاش خیلی حرف میزنه. آخه قرار ببرتش پیش موجودات فضایی، بذار هر چقدر دوستاش باش دوست باشه. عاشق رنگ بنفشه. ماکارونی با سویا هم خیلی دوست داره. میمیره واسه یه پلنگ صورتی. میمیره. حسین، میگه داری منو میترسونی؟ میگم پس چرا گل نداره؟ اینا همشون گلن، بوتای گل محمدی هن. نگاه کنی خانم. میدونم، آخه اینا همش قنچه هست. اگه گل میخواید باید قبل طلوع آفتاب بیاید، چون گل محمدی به نور حساسه، عطرش میپره و زود پرپر میشه. خانم نمیدونید این گلاب به قدری عطرش رو پاکه که تو دنیای ما بند نمیشه. بسته خانم گلاب میخوان، گلاب تازه درجه 1، انواع عرقیجات هم هست، بیارم خدمتتون. دست شما درد نکنه.
من فردا مزاحمتون میشم. میگم من کجا برم؟ یعنی شبو کجا میتونم برم؟ مسافرخونه هم نزدیک میدون هست، هر کی بپرسی نشونت میدن. چی رو نشونت بدم؟ همه اتاقا پره، از قبل رزرو کردم، یه تخت خالی هم نداریم. اردیبهشت که میشه همتون سرتون رو میندازین پایین و میگین یه شبه. نه خانم، این یه شب قرار نیست معجزه بشه. هر جا بری همین وضعه، جا نیست. پس من باید چی کار کنم؟ شبو کجا برم؟ من چه میدونم؟ حالا کجا داری میری؟ وایسا ببینم چیکار میتونم وسط کنم. قصدم نبود این اتفاق بیفته. بعدش دیوونه، من به تو علاقه دارم. تو به خیلی علاقه داری. ببین شیرین جان، من که تو نامه همه چیزو برات نوشتم، خوندیش؟ حالا ببین شیرین، مریم انتخاب من نبود، پدر مادرمون این کارو کردن. دختر ایدال من فقط توی دیوونه. اینو به خودش هم گفتی؟ نه، ولی قصد دارم تو همین روزا بهش بگم. پس ازش میترسی؟ نه بابا، ترس چیه، فرصتش پیش نیومده، ولی حتما این کارو میکنم. یه بار دیگه هم بهت گفتم من از آدمایی که رو کرو راست باشم بدم میاد. تو که وضعیت منو، خانواده منو خوب میدونستی، میدونی اصلا چیه. تو عین بابامی، عین بابام. خب عجب توقعات عجیبی داری ها. تو میخوای من جلوی خانوادم وایستم؟ حرف از خودت در نیار، من هیچ وقت از تو اینو نخواستم، هیچ موقع واسه اینو نمیخوام. من میترسیدم تو رو از دست بدم. میترسیدم. همتونم اینو میگی، همینو. تو موقعیت منو نمیدونی که من تو چه شرایطی هستم. من دیگه نمیخوام صدا تو بشنوم، دیگه تحمل تو ندارم، میفهمی اینو؟ ولی آره دیگه ندارم. اگرم یه روزی خواستی جواب نامتو بگیری، میتونی یه سر بری استودیو گذاشتم و ست اونجا. الو شیرین، نمیخوام بشنوم صدا تو. خانم حواست کجاست؟ خانم با شما؟ بله ببخشید، هر چی زنگ زدم جواب نداد. ببینم یه کاری واسه میتونم بکنم. اسماعیل کدوم گوری هستی؟ ببینم. بله آقا، رفته بودم ملافه ها رو پهن کنم. مواظب باش چروک نشن. ببین بله. بپر برو در خونه آقا شمس، بهش بگو اتاق خالی رو داری یا نداری. برای خانم؟ به تو ربطی نداره، بپر برو. ببین اصلا نمیخواد چیزی بهش بگی. فهمیدی؟ چیکارش داری بابا؟ به تو ربطی نداره، بهت گفتم. بپر برو ببینم. پشنگی اومدم. اینقدر که حواسشون پیکار مردمه، اگه پیکار خودش بود الان وضعش خیلی خوب بود. بفهمین بشین، چرا وایستین؟ ممنون، راحتم. دختر منم دانشجوه. مثل شما توی شهر غریب. رشته هتلداری. سال اولشه. بهش خوابگاه هم ندادن. با چند نفر خونه گرفتن. خونه که چه ارز کنم، طویله. خدا هیچ پدری را دخترش دور نکنه. دختر چشم و چراغ پدره. تا وقتی پیشم بود نمیفهمیدم. خیلی سخته، آدم قدر داشته هاشو نمیدونه. راستی اینجا که میخوام بفرسمه زیاد جای خوبی نیست. صاحبش خود دندونگرده، ولی آدم مسلمونه. آقا شمس گفت اتاق به دختر جوون اجاره نمیدم. بعدش هم گفت کار دیگه تون چیه؟ بگید خودم بهش میگم. آقا من به تو زبون نفهم چی گفتم؟ ها؟ برو گم شو نبینمت. برو گم شو. محمد حواست باشه، ما الان برمیگردیم. خانم بریم. این دختر تو این شهر غریبه، به ما پناه آورده، یه اتاق بهش بده سراب داره. برم نمیتونم، به خدا نمیتونم. اگه میتونستم کوتاهی نمیکردم. تو منو بهتر از خودت میشناسی. من چطوری بیارم تو خونه خودم که فردا هزار حرف حدیث پشت سرش بشه؟ فکر کن دختر خودته، الان تو خیابون بگیره بخوابه، کجا بره؟ میدونم همین رو بهتر از تو میدونم، ولی امکان نداره برای من. من فکر آخرت چی میکنم؟ ببین ثواب داره، بیا واسه آخرت ثواب بخرم.
به خدا دستم بر نمیاد، فکر عاقبت چه میکنم، تو رو خدا این از من نخوا. ببین من نمیتونم تو مسافرخونم بخوابونم، میدونی چرا؟ چون مامور شرط میاد شناسنامه میخواد، کار شناسنامه میخواد، ولی این چیکی نمیاد مامور، کی به کیه؟ نمیتونم، نه امکان نداره. حالا یه کاریش بکن دیگه. ها؟ لا اله الا الله. یالا ببین خواهرم، این اتاق با یه حموم و دستشوییه که مشترکه، قبلا یه آقای اجاره کرده، شما هم حق استفاده نداری، میری تو اتاقت میخوابی، درم از پشت قفل میکنی، فردا صبح از اونی که گفتن جلو پلاست جمع میکنی و میری نمازتن، میری تو مسجد میخونی، میدونی که ثوابش هم بیشتره، حسابت هم که از پیش باید تسویه کنی، میشه 30,000 تومن. 30,000 تومن برای یه شب؟ نه خیر، اجاره یه ماهشه. بر شیطون لعنت، همینجوریش من تو حرف مردم موندم که یه دختر مجرد را دادم. باشه، من فقط 25,000 تومن بیشتر ندارم بهتون بدم، اشکالی نداره؟ با این پول امشبم که موندی، فردا چطوری میخوای برگردی تهران؟ بر نمیگردم. بر نمیگردی؟ حالا شما که امشبو به من جا دادین، فردا رو هم خودم یه کاریش میکنم. باشه، فقط باید راضی باشی، فردا روز قیامت. من راضیم. این اتاق همون آقاست، نزدیکش نمیشی. این هم همون توالتی که گفتم، مشترکه. فقط آقا اول حسابتون. نه بهش میدید که من مدیونتون نشم. بفهم. راضی هستین خواهرم؟ بله راضیم. الحمدلله. آقا شمس ببخشید. بله اومده. این شیلاب گرم خرابه، نگاه کن هرچی میچرخونی آب ازش در نمیاد. فردا صبح بگو جلال میگم بیاد درستش کنه. مرد حسابی، من الان میخوام دوش بگیرم، فردا صبح بشه دردم میخوره. من این موقع شب لولکش از کجام در بیارم؟ آقای محترم، عزیز من، وقتی اینجا رو اجاره میدادی باید به همچین چیزایی فکر میکردی؟ شما 5,000 تومن فقط به خاطر عموم از من گرفتی، کرای 10 تومنی رو از من 15 تومن گرفتی. توی درست میبینمت؟ معلومه که درست میبینی. اون وقت تو اینجا چیکار میکنی؟ از اولش هم قرار بود بیام اینجا. چرا چیزی به من نگفتی؟ خب نپرسیدی. شما هم دیگری میشناسین؟ بله. من. با هم نسبتی داریم؟ نه خیر. بابا خسته شدم. یه 10-20 متر دیگه بریم رسیدیم. خیلی راه مونده تا اونجا. نه یه کم دیگه بیا، تحمل کن. بابا من بهت دارم میگم دیگه، جونی تو تنم نمونده. یکم دیگه همت کنی رسیدین. نگاه که مشخصه، بند نگه بشکن، وهم سیه بشکن. آمدم آمدم بوی دگر میشنوم، باد دگر میگذرد روی سرم، بید دگر خورشید دگر. پس دیگه پارسا، اگر این قشقل قلعه نمینداختی الان دیگه سخفی بالا سرمون بود. به خاطر یه شیره آب گرم ببین چی کار کردی، کجا ما رو راه انداختی اومدی؟ اگه من زیاد حرف نمی زدم الان زیر پتوی پر از شپش آقا شمس داشتی غلط می زدی. نگران سقفم نباش که یه پرستاره شو برات سراغ دارم. سردت نیست؟ هرچی به صبح نزدیکتر بشیم هوام سردتر میشه. البته نگران نباشه، فکر اونشم کردم. نگران نیستم، فقط موندم پایان این سفر قرار منو به کجا ببره. ببینم حالا از این فاصله، اونم توی این تاریکی شب، قرار واقعا ما باز شدن گلا رو ببینی؟ اگه یکم صبر کنی نشونت میدم. ببینیم و تعریف کنی. تو عادت داری هر موقع میری سفر انقدر وسیله با خودت این ور اون ور میکنی؟ یه مسافر باید فکر همه چی همه جا رو کرده باشه. اینجور که معلومه پس فکر منم کرده بود.
سفر و با حادثه‌هاش. اومدی بگی فاجعه رود نشه. توی این مدتی که با هم بودیم هرچی که از تو به من رسیده مثل اسمت شیرین بوده. پارسا اگه یه چیزی رو بهت بگم پررو نمیشی؟ نه نمیشی. شاید تو تلخترین شب و روز زندگی من میشنوی؟ صدای چیه؟ تلفن داشتی قطع شد. مهی هیچ معلومه کجایی تو من دو ساعته بهت زنگ میزنم؟ ما مگه قرار نبود امشب طراحی لوگو رو برداری بیاری؟ بازاریا به دوباره زنگ زد. من اصلا حالم خوب نیست. کجایی تو الان؟ چقدر دیر کردی؟ خیلی بدبختم، خیلی. چیزی شده؟ نه نه. بگو ببینم کجایی الان. من با هومنم زنگ بزن بگو امشب پیش تو میمونم. بابا دعوت شده؟ نکنه با اون پسره دوباره زنگ زدی؟ کاش هیچ وقت به دنیا نمیومدم. هیچ وقت. کاش امشب صبح نشد. کاش این ماه همینطور وسط آسمون بمونه. کاش اون پرنده عاشق تا ابد به خوندنش ادامه بده. کاش غنچه ها گوشاشون رو بگیرن که باز نشن. کاش این آتیشمون تموم نشه. من نمیخوام خورشید رو ببینم. کاش هیچ وقت بیرون نیاد. کاش بچه که بودم تابستونه میرفتیم ده خونه پدری پدرم. شبا که زیر پشه بند میخواستن خوابم کنن یه صدایی میومد که اگه الان هم اینجا خوب گوش بدی میشنوی. بهش میگم مرغ حق بابا حاجی. پدر بزرگم همیشه میگفت اگه بتونی درختی که این پرنده رو شاخش نشونده و ذکر یا حق میگه پیدا کنه تو بغل بگیری هر آرزوی داشته باشی برآورده میشه. میگفت خودش بارها خواسته این کارو بکنه ولی نتونسته. من اون موقع بچه بودم و از تاریکی میترسیدم. وقتی زد و بابا حاجی مریض شده یه شب عزمم و جذب کردم و دلو زدم به دریا. میدونستم اگه بمیره سرنوشت خوبی در انتظارمون نیست. بچه بودم ولی خیلی چیزا رو میفهمیدم. رفتم تو باغ و گوشامو تیز کردم. انقدر گشتم تا رسیدم به یه درخت کاج. مطمئن شدم اون بالاست. محکم گرفتمش تو بغل. از خدا خواستم بابا حاجیمو شفا بده. وقتی برمیگشتم از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجیدم تا صبح خوابم نبرد. به خودش هم اینو گفتی؟ نه. چرا؟ اگه میشنید خوشحال میشد. آخه همون روز مرد. خانم روبخش، خانم شیرین روبخش، کجا با این عجله؟ خوبی؟ سلام. چطوری؟ ببخشید من متوجه نشدم. چه خبر؟ دانشگاه میرفتی ها؟ دیرت شده؟ نه بابا کلاس ندارم. شما اینجا چی کار میکنی؟ هیچ، درسمون تموم شده. لیسانسمون رو مثلا خیر سرمون گرفتیم و نقاشی میکنیم. این کار شماست؟ چیه به ما نمیدن این کارو بکنی؟ نه من منظوری نه. بابا هر کی میاد اینجا یا میخواد بشه پیکاسو یا سالوادور دالی یا ادوارد مونش تهش خیلی هنرکنه میشه مثل ما مأمور رنگرز شهرداری. راستی تو ترم چندی الان؟ واقعیتش من ترم چهارمم ولی هنوز درسای ترم دومم پاس نکردم. عجله نکن آخرش که چی؟ یه مدرک میدن دستت بود بذاری در کوزه آبش بخور. سلام بچه‌ها. سلام. سلام خوبی؟ کجای شیرین چرا نمیای دانشگاه دختر جون؟ واقعیتش گرفتار بودم نتونستم بیام. به خدا داری حظ میشی.
7 جلسه است داری غیبت میکنی. اسمت هم زدن تو بورد، باید بری آموزش. بابا شما عجب دل خجسته ای دارین ها. ول کنین بریم پی بدبختیتون. بابا هنر تموم شد، مرد. الان قرن قرن اقتصاده. میدونی یعنی چی؟ یعنی دو تا چهار تا. او برین دنبال یه کار رونابدار حسابی و الا دو روز دیگه به خاطر سیر کردن همین شکمتون باید بوم و قلم و خوردریزاتون رو بفروشین بریم بقالی سر کوچه دو تا دونه کنسرو بخریم. خوشمزه است. مال چه شرکتیه؟ خوشمزگیش مال شرکت نیست، مال چیز دیگه ایه. تو همیشه سفر میکنی نه؟ ما هممون مسافریم. بله دیگه، آدمی که وضع مالیش خوب باشه همینطوریه دیگه، همیشه تو سفر. دلم نمیخواد به چیزی عادت کنم الا الا ولی من به تیکه و کنایه انداختنهای تو عادت کردم. پس وقتشه که رفتارم عوض کنم. خب از خودت برام بیشتر بگو. چی دوست داری بشنوی؟ اصولا من تو شناختن آدم ها افتضاح. پس هنوز خودتو خوب نشناختی. حالا هرچی، از کجا میای، کجا میخوای بری، اصلا میدونی واقعا مثل یه بچه رفتار. اگه اینجوری باشه که خیلی خوبه. آخه بچگی کجاش خوبه؟ همیشه باید بترسی. یکم فکر کنیم. اینو اون واسه تصمیم میگیرم. فکرت آزاده. مدام گول میخوری. دلت صافه. همه چی زود باورت میشه. تخیلت قویه. الکی خوشی. همه چی شهادت میکنه. زود تحت تاثیر قرار میگیریم. ذوق و شوق داری. زودم گریت در میاد. غمبات نمیکنی. وابسته. راحتی. آینده‌ات معلوم نیست. زندگی تو لحظه حاله. بابا رو پای خودت نمیتونی وایسی. میدونی بدبختی من از کجا شروع شد؟ از روزی که بهم گفتن تو دیگه بچه نیستی، مرد شدی. خسته نباشی. مونده نباشی دادا. شبت بخیر. شبت بخیر. باز اومدی آب ببری؟ آب آدمو ببره، خواب انشالله آدمو نبره. ایشالله. بیا یه چایی بخور. نوش جونت، همه چیزی صرف شده. چیزی که ما کس داشتیم ایجا تو باغم. یعنی ادا بدهی در خدمت دم. چش فدای تو. پدر متخصص مغز و اعصاب بود، مادر مهندس شیمی، بعد 3 تا دختر یه پسر. تمام این بار علمی رو باید یه تنه به دوش میکشیدم. همش کلاس، درس، کنکور، کلاس‌های خصوصی. بعد از فوت حاجی بابام که ده تعطیل شد، دانشگاه قبول شدم. دوباره کلاس، درس، بعدش بیمارستان. هر سبزه‌ای رو میدیدم میگفتم علف. دستم هنوز توی یال هیچ اسبی نرفته بود، حتی یک کنده رو نمیتونستم آتیش بزنم. دوستش داشتی؟ اسمش رعنا بود. خوشگل بود؟ میگفتم بوده، ولی به نظرم هنوزم بود. خلق و خوش تون بود، ولی دوست داشتن اون به هم یاد داد با مرگش. متاسفم. اتفاقی بود که دیر یا زود میافتاد. اون سرطان داشت، همه میدونستن. هیچ لطف و محبتی تو نگاش نبود نسبت به پزشک معالجش. موقع من انترن بودم، داشتم میخوندم برای تخصص. فکر میکردم شغل من شریفترین شغل دنیاست، ولی خودم آدم شریفی نبودم. این حرف اون بهت زد؟ مستقیم نگفت، ولی یه جوری بهم فهموند. وقتی میرفتم پیشش پشتشو میکرد به من و میگفت باز اومدی وجدانتو آروم کنی. یه روز عصبانی شدم و گفتم میخوام جونتو نجات بدم. بهم گفت کسی که هنوز خواب خدا رو ندیده چطور میتونه درد بنده خدا رو آروم کنه و بخوابوندش. امشب شب قشنگه، پر از ستاره است. واقعا تو اینجا چیکار میکنی؟ تو که میدونی من به گل علاقه مندم. هر جا اسمی از گل باشه، مراسمی، نمایشگاهی، من زود سر کلم پیدا میشه.
جالبه. تو از اون دست آدمایی نیستی که بخوان سر از زندگی این اون در بیارن. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشی. امروز روز جشن است. اردیبهشت عشق و گل و گلا همزمان با رویش جوان حاکی گل سرخ محمدی با عشق آسمان گل تافت بهشتی. الو سلام، خوبی؟ آره الان پیشم داره میره مه دنبال شقایق. میتونی بیای دنبالمون؟ تا یه نیم ساعت دیگه باشه، منتظرتیم، دیر نکنی. خدافظ. خان روح بخش. من یه لحظه با تو. ببخشید، من میدونم که پدرت سر شلوغه، بیشتر وقتا خونه نیست. خب مادرت هم کارمنده، گرفتاره، میفهمم، ولی اینا دلیل بیتوجهی به بچه 4 ساله نیست. ببین شخصیت بچه توی همون 5-6 سال اول زندگی شکل میگیره. شقایق هر روز داره گوشه‌گیرتر و منزوی‌تر میشه. این اصلا خوب نیست. توی اون خانواده فقط توی که میتونی کمکش کنی. اشکالی نداشته باشه امروز ما همراه شما باشیم. بابا که زهرا خونه نیست، مامانم با وکیلش قرار رو گذاشته برای مهریه و نفقهش. بالاخره همه چیز تموم میشه، ما هم از این بلا تکلیفی در شقایق رو میخوام. شقایق تو خودم هستم، پیشم بمون. شیری خانم کجا قایم شدی؟ شیرین ماما بودو شیرین در رفت. من اینجا پیشش نبودی، کجا رفت؟ چرا بابا، یه دقیقه رفتم موتور رو درست کنم. بودو ماشین رو روشن کن بری. بشین سر جاتون، ولش کنیم بره. کجا بره مادر من این وقت شب؟ باید به راه خودش پیدا کنه. یه بلایی سرش بیاد چی؟ خطریه نصف شبی. نگران نباشین، جای دوری نمیره. بازم میگم نترسین، بذارین تو حال خودش باشه. آخه مادر من اینجوری که نمیشه. آخه بیا، آخه خودش میتونه به خودش کمک کنه. خدا این دخترم بزرگه، بی جا نمیمونه مادر. میگم اگه قنچه ها باز نشن تقصیر پرنده هاست؟ باز میشن. چرا باز نشن؟ اومدیم و نشن. میگی یعنی اون پرنده عاشق عذاب وجدان میگیره؟ بستگی داره چقدر پنجرهشو پاره کرده باشه. خیلی زیاد، خیلی. تو میگی قصه میخوره؟ خیلی زیاد. Thank you.
شیرین خانم، شیرین، مگه نمیخواستی باز شدن گلا رو ببینی؟ آفتاب در اومده. خوابی؟ ببخشید میشه یه دقیقه گوشی تو به هم بدی؟ الو مهی، سلام، خوبی؟ کجا؟ بابا شیرینه، کجایی تو؟ بابا من اومدم دم دانشگاه. نه نه تو بایست اونجا، من خودم میام. باش. چی؟ دیشب که به توضیح میدم، من به توضیح میدم. شیرین، اگر که دستم به درست لعنتی بیچارت میکنم، سازه من رو داغون میکنی؟ حالا میبینیم. مشکل خاصی نیست، نگران نباشید. فقط این آمپیسیلین رو نباید اینجا میذاشتید. بقیهش مسکن آرام بخشه که مصرف زیادش میتونه خطرناک باشه. فعلا معده‌شو شستشو دادیم و خطر برطرف شد. نگران نباشید. ببخشید آقای دکتر، ما 100% مطمئن نبودیم، وگرنه حتما با یه پزشک مشورت میکردیم. تازه همینا رو مادر شوهرم فهمید که شاید متوجهم. همین که مشکلشو جدی گرفتید و به رویش اهمیت دادید، خیلی خوبه. آی دکتر دوباره کارشو تکرار نکنه. نمیدونم. بعد دید مشکلش چیه. البته این توی ایده تخصصی من نیست. ولی اینو بگم، اگر باز هم این کارو تکرار بکنه قطعاً عواقب شدیدتری داره. حالا کی مرخصش میکنی؟ فعلا سرون بهش وصله. بهتره تحت نظر باشه. جواب آزمایشش هم که اومد بهتون خبر میدم. فعلا کاری با من ندارید. خیلی ممنون، لطف کردی. کیه میشناسینش؟ خانم دکتر رشیدی به بخش اورژانس. نه چطور مگه؟ بابا داره یه بند رو برای اتاق شیرین میپلکه. رفتم جواب آزمایشش رو گرفتم، مادر دستم قاپیدش. بعدش هم رفت این پرستاره، این دکتر شروع کرد به صحبت کردن. اولین داروشو بدین، بعد اونو بدین، اینو ندین، اونو بزنین. اصلا برمیز چیکار هست اینجا؟ تو که چیزی بهش نگفتی؟ نه بابا، گفتم اول به شماها بگم ببینم چی میگین دیگه. بذار من الان خودم ازش میپرسم. همراه خانم شین روح بخش، میتونیم ببینینش. نگفتم. چرا با ایستادی؟ برو
تو دیگه. نه بس تو حال خودشون باشم. یعنی چی تو حال خودشون باشم؟ مگه این پسر کی هستم؟ یکم صبر داشته باش، بالاخره میفهمی. از همین مبصر بازیاته که بدم میاد. منم به خاطر این خاله زنک بازیاته که نمیخواستم با همون بیاد. فعلا که اومدم. اومدی؟ هرچی هم ما میگه ما بگی چش. نه خیر نمیگم. پس خودت برمیگردی. چش. چرا خواستی همه چی تموم بشه؟ خودت برام خوندی. مرگ پایان کبوتر نیست. پس زندگی چی میشه؟ تجربه شب‌پره در تاریکی، لمس تنهایی ما. همین؟ فقط حفظش کردی؟ نه، معنیش هم فهمیدم. باید لمسش میکردی که نکردی. تو از بدبختی من چی میدونی؟ لازم نیست بدونم، دارم میبینم. چرا آدم نمیذاری؟ داشت همه چیز تموم میشد. شاید هم داشت شروع میشد. تو داری از چی فرار میکنی؟ تو بچگی وقتی کار بدی میکردم مامان بابا میدویدن دنبالن که کتکم بزنن. منم میدویدم میرفتم بغل مادر جون. اون همیشه سجادش پهن بود، چادر نمازش بوی عطر گل محمدی میداد. من کنار اون آرامش داشتم، احساس امنیت میکردم. من زندگی آرومی نداشتم. شاید گناه من فقط این بود که خواستم توی یه جای آروم بمیرم. ای تو زندگی با آرامش نرسی، بعد از مرگم نمیرسی. اصلا تو از جون من چی میخوای؟ مگه یه بار دیگه این اشتباهو نکرده بودی؟ برای چی میخوای به زور زندگی که دیگرم نجات بدی؟ این دختر با تو فرق میکرد. اون عاشق زندگی بود، عاشق طبیعت بود. ولی دوست داشت بمیره. نه، رانا دوست نداشت بمیره. اتفاقی بود که داشت میافتاد. روزای آخر زندگیش توی محیط ایزول ازش نگهداری میشد. داشت میرفت که ذهنش مختل بشه، هیچی از زندگی نفهمه. رانا نمیخواست بمیره. زندگی رو دوستش مجبور شد. منم مجبورم. تو بیلیاقتی، تو بیلیاقتی شیرین. تو این زندگی هر اتفاقی بیفته تو ارزش رو نداری. راست میگی، اینو خودم هم میدونم، ولی تو اینو نمیدونستی. حالا فهمیدی. برو، برو، گلات منتظرتم. من هنوز با تو کار دارم. بازش نکن. اصلا به تو چه ربطی داره؟ چرا نمیری؟ چرا تنهام نمیذاری؟ چرا دست از سر من بر نمیداری؟ من دیگه نمیخوام. نه گل، نه عشق، نه کوف، نه زهر ما، نه شعر، هیچی نمیخوام. چرا داری قشنگ تمومش میکنی؟ من میخوام برم، میخوام راحت شم. من دیگه این دنیا رو نمیخوام. نمیخوام، میفهمی؟ چیزی که میفهمم اینه که تو هنوز تردید داری. Thank you.
از دل طبیعت اومدیم و برمیگردیم به خودش. تو خواستی حق انتخاب با خودت باشه، میمونی یا میری، میشینی یا میپری. اون بالا همه چی زیر پاته. خوب نگاه کن، خوبیاش، زشتیاش، آدماش، همینی که هست و همونیه که قراره باشه. انتخابم با توه، کسی هم جلو دارت نیست. برای رسیدن به مرگ اول به زندگی فکر کن. منو پای منتظرم، فقط تردید نکن. اما نباید حسرت چیزی ته دلت مونده باشه. هوای خیره شدن به غروب دریا، هوس انجیر سیاه نوبر، شوق بوسیدن خاطره یک عکس، شیرینی شستن لیوان بشقاب بعد مهمونی. اون بالا خوب فکر کن. من هم این پایین انتظار میکشم و انتظار. این گلای محمدی هم باشه نشونه. اگه همسفری بروزشون تو آب، اگه مسافری، اگه مسافری، اگه مسافری، مسافری. تکرار